الهی به نام تو، به یاد تو و برای تو سلام به روی ماهتون. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. در بین تیم‌های فوتبال سراغ ندارین تیمی قهرمان شده باشه و در بین مدیر، مربی، سایر عوامل و بازیکن‌ها کار تیمی مهم نبوده باشه. هر تیمی در دنیا قهرمان شده در هر رقابتی، از مدیر تا مربی، سرپرست، عوامل مختلف و بازیکن‌ها کار تیمی بسیار بسیار براشون مهم بوده. حتی سراغ داریم تیمی که بازیکن‌هاش با هم اختلاف داشتن شدید بیرون از زمین، ولی موقع بازی به بهترین شکل ممکن وظایف تیمیشون رو انجام میدادن، با هم همکاری میکردن و نتیجه میگرفتن و قهرمان شدن. اینجا استدیوی مسابقه بزرگ ستاره ساز، جایی برای تمرین کار تیمی ستاره هامون. خیلی خوش اومدید. روز آخره گروه اول تو نیمه نهایی، همشون دارن تلاش میکنن برای اینکه ماشاءالله حامد، ماشاءالله، ماشاءالله حامد، عالی. سلام، چطوری؟ حالت خوبه؟ حال خوبه. خیالم راحت؟ مورد دادی پایین، داستان چیه؟ برگرد. بچه ها ازت بترسن. مورد میدی پایین، یه حس جنگندگی به وجود. آره. و وحشت زده یه حریف به دست میده. مورد میدم پایین، یه خوف ایجاد میشه، میره کنار، من گل میزنم. آره دیگه از هر چی بگذریم امروز دیگه من باید چهارشو بگیرم، هم چهل امتیاز. چهل امتیاز میشه؟ میشه. میشه. حالا ممکنه مثلا چهارش امتیاز نگیری، مثلا تو اومدی واسه اینکه چهار امتیازشو بگیری، مثال میگم، و بعد ببینی که یه امتیاز میگیری. نه گلدن. درگیر اون میشی، درگیر اون میشی، بعد فوتبالر هم از دست میدی، چهل امتیاز از دست میدی. نه دیگه، چهارشو چهار امتیاز مقابل چهل امتیاز چیزی نیست که. چالشو چیزی نیست، تمرینیه به نظرم چالش. ولی فوتبالو میتونی. خواستم میگم یهو درگیر چهار امتیاز نشی، چهل امتیاز از دست بدی. نه خواستم چهل امتیازی است، نه امتیاز هم خودت میتونی به دست بیاری، میشه چهل و نه امتیاز. حامد سرپا سرحال، حرفایی که با هم زدیم، حرفایی که با مربی زدی همه یادت هست دیگه. فرصت داری ببینم امروز چیکار میکنی. حامد خیالم راحت؟ سلام علیکم. چطوری؟ حالت خوبه؟ میری بالا؟ برم بالا، رو کاغذ آره سوی کنم. حالا امروز چه اتفاقی میفته؟ امروز میرم برای سه تا برد. چهل امتیاز؟ چهل امتیاز. از کی بیشتر میترسی امروز؟ چون تو وضعیت خوبی داری، بقیه هم دیگه شوخی باید ندارن دیگه، همه اومدن. حامدم که ماشو داده پایین که ازش بترسی، همه این اتفاق افتاده. آره. سه تا یه درس تا کردن، سه تاشو میخوام برم مدرسه. خب اینکه یکیشون دیگه یکم بیشتر نگرانت کرد. حامد جان. آره خطری هم هستش. میری دیگه پس 100 درصد ها؟ بله. بنده کفشت چرا هنوز بازه؟ باز شد. باز میشه یا باز؟ باز شد. ببنده شو موقع بازی. بابا ببینه شاکی میشه. میبینی که حساسه. زیر پات گیر میکنه، با کله میری تو زمین. سلام. حالا خوبه؟ سلامتی؟ امیر حسین. خیلی کارت سخت شده. آره یه آخرین تلاشو برای مونده. اون دفعه درصد دادی گفتی چند؟ چند درصد صعود میکنی؟ 30 و 70. 30% صعود میکنی؟ آره. حالا بیشتر شده درصد صعودت؟ نه همون قدر. خوب نیست دیگه. من دیگه تلاش هم میکنم دیگه، امروز باید ستا بازیم ببرم. اون روز چون که نتایجو از دست داده بودی اشکال نداشت، اگه حالت خوب را گفته بودی امیدم کم شده 30% صعود. الان باید خیلی امیدت بیشتر شده باشه اگه میخوای صعود کنی. دیگه خب سه تا بازی باید ببرم، کار آسونی هم نیستش دیگه، سخته. خب تو هم حریف کمی نیستی، تو هم بازیکن کمی نیستی. آره اونم هست. خب ولی خب امتیاز اما نفر دوم نمیدونم، تقریبا 20 امتیاز 25 امتیاز هستش. ولی قابل جبران. قابل جبران که هستش. خب سخته، برای همین که سخته هم میگم 30 و 70. حالا از کی بیشتر نگرانی؟ از عامه. حامد آجی. آره. بخاطر اینکه موشو داده پایین؟ نه دیگه، الان جفتمون امتیازمون پایینه دیگه، اومدیم برای برد. بعد حامد دو تا بازی هم روبرو منه، یه بازی فقط با حامد، ولی دو تا دیگه روبرومه، میخواد اون دو تا رو ببره دیگه، سخت میشه کار. خیلی سخت. آره ببینیم چیکار میکنه امیر حسین. سخت. چه ضربه ایستگاهی میخواد بزنه امیر محمد نظری نیا. خوبه حالا. الان 6 ساعت
فیگور گرفت آخرش هم هیچی. سلام، حالا چطوره؟ خیلی تمرینات پرفشاری داری پشت سر میذاری؟ خیلی پرفشارم و قرار نیست قبل بازی اینقدر پرفشار تمرین کنی؟ نه. چه ضربه ایستگاهی فوق‌العاده‌ای؟ دروازه کوچیک بود و اینم رفت بود. امروز چیکار میکنی امیر محمد؟ امروز نتیجه خوبی میگیرم. حامد دادجیان و عروس کشوری هم بسیم نگاهش میکنم. اونا هم دیگه البته امتیازشون پایینه، تلاش میکنن، ولی ما هم اونجا علیکی نیستیم دیگه، ما هم تلاش میکنیم. من هیچی هنو تمام نشده، سی امتیاز بالاتر، یعنی من سی امتیاز حامد بالاتر هنو هیچی تمام نشده. یک محله دیگه مونده، ما هم باید سفت و قوی بریم. امروز هم میدونیم؟ بله امروز. هم چالش دارید هم فوتبال. نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید، شما خیلی ممنونم. در نهایت اینکه کیا صعود میکنن از این گروه؟ معجزه پیش نیاد من و محمد رضا ان شاء الله. باز موضوع یکم بیشتر ضربه ایستگاهی تام می‌کنم، گرچه امیدی نیست، ولی خب ببینیم چیکار می‌کنیم. آقا یک ایستگاهی بزنم آقا. بزن. بیا امیرسون. حامد داشته باشیم تا تو ایستگاهی بزنیم. ماشاءالله حامد دادجویان. آ نه بابا. خب برو باید. تو چیکار ما باید داری؟ تو باید تمرکزت اینقدر بالا باشه. کاری ما من نداشیم. برو یه بار دیگه. وای خیلی عالی بود. بقوله. یعنی واقعا دقیقاً به اینقدر تمرکز کردم نیاز داشت دیگه. یه دیگه بس از روی مدافعا بره. بزن. از مدافعا. باری کرد. بچه‌ها امروز چهار تاتون هم بجنگید. آقای دادجیان تشریف بیا. ببخشید وقت شریفو میگیرم. آقای کشوری. آقای بزگوش. امروز کم نذارید. باشه؟ کم نذارید. یه جوری باشه که اگه خدایی نکره کسی هم حذف شو، واقعا مربیا، من مجری، بقیه عزیزان که دارن میبینن بگن آقا فلانی هم که اگر حذف شدش، هر کدومتون که هستید واقعا یه بازنده سربلند بوده. پس منتظرم کیف کنم از دیدن بازیاتون، برنده و بازنده. یا علی، یا علی، هر کی تو تلویزیون بازیتون رو دید باختیدم بگه اینا من باید ببرم تو تیم خودم. درست باخت ولی عالی بود، هر کدومتون عالی بود، بهتره کنید. امروز آماده شیم، حتما روز جذابی رو پیش رو داریم و خیلی هم حیفمون میاد که از این جمع کسی بخواد حذف بشه، ولی خب یکی از قوانین بی‌رحم فوتبال همینه دیگه. امیدواریم که بازی های جذابی رو ببینیم از ستاره هامون، شما هم ببینید و کیف کنید. منتظر میشیم تا کارشناس سابرانمون هم بیان و بازی ها رو شروع کنیم. مخلصیم. بله، محمد رضا بزگوش، حامد دادجویان، امیر محمد نظرینی‌ها و امیر حسین کشوری قراره که از فرصت‌های خودشون برای رسیدن به فینال نهایت استفاده رو کنن در حضور کارشناس سواران عزیزمون، چالش‌ها و رقابت‌های فوتبالی خودشون رو انجام بدن. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای خداداد عزیزی. سلام حسین جان، عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان در خدمت حسین. خدمت از ماست، خیلی خوش اومدین. سلام بر قرازه شاهرودی. سلام ارادت داریم، عرض ادب خدمت حضار محترم، بینندگان عزیز در خدمتتون هستیم. حسین جان زنده باشید. آقا قرازه عزیز سلام بر آقا سهراب بختیاری زاده. خواهش می‌کنم. سلام خدمت شما حضار محترم، بیننده های عزیز در خدمتتون. سلامت باشید و سلام بر آقا وحید شمسی. مخلصم حسین آقا. سلام و عرض ادب خدمت شما، همه کسایی که در این استودیو حاضرن در خدمتتون هستم. سلامت باشید. بسیار عالی، خیلی متشکرم. قطعاً رقابت‌های جذابی رو امروز شاهد خواهیم بود. محمد رضا و امیر محمد دوست دارن که جایگاه خودشون رو حفظ کنن. حامد دادجیان و امیر حسین کشوری با تمام وجودشون میخوان بجنگن که خودشون رو بکشن بالا. بریم به استقبال چالش و فوتبال‌های جذاب ستاره‌هامون با گزارش جذاب حسین رضایی. Vamos
یاد خدا. سلام و وقت بخیر حضور شما بینندگان و همراهان مسابقه بزرگ ستاره ساز. گروه اول حاضر در مرحله سوم، چالش اولشون چالش تکبال هست. اولین بازی رو حامد داجویان و امیرحسین کشوری مقابل هم برگزار میکنن. اولین امتیاز هم گرفت حامد داجویان. هر ست این بازی 11 امتیاز داره و باید ببینیم که کدام یک از این بازیکنان میتونه به برتری و به دیدار نهایی راه پیدا بکنه. باید بازی بعدی هم برگزار بشه، دو تا فینالیست مشخص بشن. حامد داجویان با ضربه سر توپ رو کنترل میکنه، اون سمت امیرحسین کشوری یه ضربه به انتهای میز روانه کرد و کنترل خوبه حامد داجویان، ضربه آرام امیرحسین کشوری و توپی که جایی در روی میز نداره و به بیرون رفته. آخداداد عزیزی، آقا رضا شاهروبی کنار زمینن و شرایط زیر نظر دارن و محمد آقای سنجری هم داره امتیازها و بازی رو قضاوت میکنه. برگشت توپ از سوی امیرحسین کشوری، فاصلهش خیلی زیاد بود با میز و امتیاز برای حامد داجویانه. با یه ضربه پرشی توپو به سمت میز امیرحسین کشوری روانه کرد، کنترل پا، ضربه سر به انتهای میز، یه کنترل خوب از حامد داجویان با دوتا ضربه پا و ضربه سر نهایی توپ رو برگردون. در ادامه باز هم حامد کنترلش انجام داد، این سر امیرحسین کشوری توپش به وسط میز برخورد داشت و برگشت داده شد. آسراب بختیارزاده و ایوب خان از خرخانی هم کنار خط هستن و شرایط رو زیر نظر دارن، منتظرن تا این بازی به اتمام برسه و بازیکنان این دو عزیزم به چالش تکبال بیان و باید ببینیم که شرایط اونها به چه شکلی خواهد بود. امیرحسین کشوری ضربه سرشون میزنه و کنترل حامد داجویان به خوبی دارن کنترل میکنن توپا رو در زمین خودشون رو روانه میکنن به سمت زمین حریف. این بار حامد داجویان نمیتونه ضربه خوبی رو بزنه و آقا وحید شمسایی هم کنار زمین صحبت میکنه با امیرحسین کشوری. کنترل با زانو، ضربه سر جایی در روی میز نداره، توپ به بیرون رفت. حامد داجویان با ضربه سر توپ رو میاره سمت میز امیرحسین کشوری و ضربه سر امیرحسین کشوری رد نمیشه و باز هم امتیاز برای حامد داجویان هست. تکبال آیتمیه که در اکثر تیم‌های دنیا به عنوان یک تمرین فرح‌بخش و شاداب استفاده میشه. در این حال دقت، کنترل، تایمینگ، ضربات کنترل شده هم در این آیتم تمرین میشه و باید بازیکنان این نکات رو کاملا بهش توجه بکنن. ضربه سر امیرحسین به انتها، کنترل حامد، ضربه‌شو به وسط میز فرستاد. 3 دقیقه هم کلن زمان دارن در این آیتم. ضربه سر حامد داجویان رد نشد و امتیاز برای امیرحسین کشوریه و سرویسش خوب نیست، توپش به بیرون از میز رفت. امتیاز برای حامد داجویانه، ضربه سر رو زد و کنترل از حامد و این بار توپش به وسط میز برخورد داشت و به بیرون از میز رفت. حامد داجویان امتیازی براش به همراه نداشت. کنترل با زانو، ضربه سر امیرحسین کشوری که جای روی میز نداره با ضربه سر فرستاد توپ رو سمت امیرحسین کشوری و کنترل، این بار ضربش به گوشه میز. کنترل خوب امیرحسین کشوری ولی ضربه نهاییش خوب نبود و سوت پایان هم به صدا در میاد و حامد داجویان موفق میشه که به برتری برسه مقابل امیرحسین کشوری. حامد جان تبریک. چیو آدم یه بازی تو بردی نه خب بابا نیست تبریک زوده احسن بری. خب همین که یکم رویم خوب کرده دیگه. یه عاملی که ذهنتو درگیر کنه وجود نداره، جای تبریک داره. الان موافقی؟ یه شانس بزرگم دارم اگه بتونم همه رو ببرم، مثلا 8 نفر امتیاز باشه میتونم سود کنم اگه خدا بخواد. من تلاشم میکنم. پس دیدی که میشه دارم. به نظر توی تکبال چندم میشی؟ میخوام اول بشم باید همه امتیازها رو ببرم. 4 امتیاز رو میخوای اینجا؟ بله. چطور شما؟ خراب کردم. آخ یه امتیاز دیگه باش فکر نمیکنم. بیشتر دیگه الان فوتبال. اینقدر اینو تمرین کردی اصلا خیالی نیست. خیالی نه، استرس چیم بود نمیدونم. امروز استرس بود کلا. قبل بازی که با هم همسری مثلا اینجوری نبودی یا؟ نمیدونم. جمعش کن دیگه، وقت هم نداری، فقط به این فکر کن که برم تو زمین نتیجه بگیرم. نتیجه میگیرم.
همه هم مثل شما خوب تمرین کردن. ببین این تکبار زمانی که حالا بچه ها کاری نداشتن تفریحشون همین بوده. این علایی عزیز هر روز اینقدر بازی کردن مخ مورم خوردن، اینقدر دادو بیداد میکنم ماشاءالله. آره چند بار زدید اتاق مانه تلفن بود؟ خیلی خیلی خوب. چیکار میکنی با علی محمد؟ به راحتی یا به سختی؟ به سختی. اونم خوبه بازیش. ببینیم چی میشه. موفق باشی. دو بازیکن بعدی حاضر در گروه یک، محمدرضا بزگوش و امیر محمد نظرینی ها هستن که چالش خودشون رو آغاز میکنن و کار رو هم امیر محمد نظرینی آغاز کرد. ضربات آرامی که هر دو بازیکن دارن به سمت میز حریف روانه میکنن. کنترل از بزگوش با یک ضربه سر روانه که از سمت امیر محمد نظرینی ها، باسم کنترل خوبی که هر دو بازیکن دارن در زمین خودشون و ضربات آرامی که دارن روانه میز حریف میکنن. فعلا امتیازی رد و بدل نشده و امیر محمد نظرینی ها شاید آقا خداداد عزیزی و اون سمت هم ممرزا بزگو شاید آسوراب بختی ریزاده است. در این مرحله ضربه سر چکشی شد در انتهای زمین کنترل کرد و به خوبی هم برگشت به سمت زمین بزگوش. ضربه به انتهای میز، کنترل از ممرزا بزگوش و ضربه سر سادش رو رد میکنه از میز. نظرینی ها به خوبی داره این کارو انجام میده. یه رالی طولانی رو فعلا هر دو بازیکن دارن پیش میبرن و خبری از امتیاز نیست. و اینجا ضربه سر بزگوش با بخود به مانع وسط میز به بیرون رفت و امتیاز برای نظرینی هاست. کنترل شده به انتهای میز، کنترل از نظرینی ها گوشه میز و هدف قرار داد و به خوبی هم این کارو انجام میده. کنترلش با زانو، ضربه سر کنترل شده روی میز ممرزا و بزگوش. این بار هم تو بهش رد نمیشه و نظرینی ها داره امتیازها رو میگیره. کودکان و نوجوانانی که از مدارس فوتبال در سالن برگزاری مسابقه بزرگ ستاره ساز حضور دارن و این رقابت ها رو از نزدیک تماشا میکنن و آرزوهای خودشون رو دنبال میکنن و تصویر سازی میکنن. ضربه سری که میزنه به انتهای میز، کنترل از امیر محمد نظرینی ها، با ضربه سر برمیگردونه، دوتا کنترل روی پای راست از محمدرضا بزگوش و ضربه سرش به انتهای میز. نظرینی ها لبه میز رو هدف قرار داد، بزگوش هم برمیگردونه برای نظرینی ها. کنترل شده میزنن ضرباتشون رو و کارو برای همدیگه سخت نمی کنن. این بار در انتهای زمین کنترلش رو انجام داد نظرینی ها ولی نتونست توپ رو رد بکنه و امتیاز برای بزگوشه. امتیاز برای بزگوشه هرسالی که انجام داد. این بار نتونست توپ رو روانه میزه امیر محمد نظرینی ها بکنه. امتیاز برای نظرینی ها ثبت شد و کنترلش در انتهای زمین، ضربه سرش به انتهای میز، اون سمت بزگوش به خوبی کنترل میکنه و میفرسته توپ رو برای نظرینی ها. کنترل از سوی هر دو بازیکن، صحبت های مربیان در کنار زمین، ضربه سر چکشی که دور کرد بزگوش رو از میز ولی به هر نحوی بود توپ رو کنترل کرد و ضربش هم به کناره میز برخورد داشت. امتیاز برای محمدرضا بزگوش ثبت شد. کار آغاز میکنه. کنترل نظرینی ها یه مقدار کار برای خودش سخت کرد و ضربه رو به خوبی برگردون به سمت میز بزگوش. چقدر خوب کار کردون این صحنه امیر محمد نظرینی ها ولی در ادامه بزگوش بود که نتونست توپ رو به خوبی کنترل بکنه و ضربه رو بزنه و امتیاز برای نظرینی ها ثبت شد و این سمت ضربهش به بیرون از میز رفت. یه کنترل توپ رد شده. باز هم کنترل در انتهای زمین. آقای سنجری همه این نکات زیر نظر داره و نزدیک به میز هست و با قضاوتی که داره انجام میده به دنبال این هست که حقی از بازیکنی در این رقابت که آخرین چالش های این بازیکنان در مرحله سوم هست ضایع نشه. امتیاز برای محمدرضا بزگوش ثبت شده و باید کار آغاز بکنه. این بار هم نمیتونه ضربات سر فنی رو که میخواد روانه بکنه و سخت بکنه کار نظرینی ها رو انجام بده و امتیاز برای نظرینی ها ثبت میشه. انتهای زمین یه کنترل خوب انجام داد و ضربه سرش رو برمیاد و اون بزگوش هم به خوبی این کار رو انجام داد. برگشت توپ از نظرینی ها، کنترل از بزگوش رو، ضربش به مانع وسط میز برخورد میکنه. امتیاز برای نظرینی ها. این بار ضربه سرش رو
با شیب کمتری روانه کرد و توپ رو در انتهای زمین جمع کرد. محمدرضا بزگوش دوتا کنترل، این سمت کنترل از نظرینی ها، ضربه سر آرامش، کنترل از بزگوش. ضربات سرشون رو باید با شدت بیشتری بزنن اگر که میخوان امتیاز بگیرن. بازی کنان کنترل از سوی امیر محمد نظرینی ها، توپی که به لبه میز برخورد داشت و امتیاز برای نظرینی ها به سب میرسه و امیر محمد نظرینی ها موفق میشه مقابل محمدرضا بزگوش به برتری برسه. چرا میخندی؟ مگه نباختی؟ ما امتیازم رو گرفتم. آره خندت هم خوبه ها البته، ولی خیلی خیلی راحت نباشه الان این دوجیانی که من دارم میبینم. از این مرحله قبل یاد گرفتم به همه چی بخندم. به استرابت غلبه کردی؟ خیلی. آره یا نه؟ آره. قبل آره. بازی با امیر محمد گفتی یکم میخندم. آره اونجا الان بهتری؟ سرویس ها رو میدیدی؟ سرویس ها رو میدیدی؟ آره خیلی خوشه. بازی خیلی جذاب. نمیتونستن جمع کنم. بازی خیلی خوب، خیلی بازی قش. اصلا داشتم با بچه ها صحبت میکنم یه چشم بازی شما میکنم. خیلی خوبه، دوست دارم روحیتو باری کرده به تو. فقط تو فوتبال حواستو جمع کنم. داشتم. موفق باشی. یاد. سومین و آخرین بازی این چالش رو حامد داجویان و امیر محمد نظرینی ها مقابل هم برگزار میکنن. دو بازی کنی که دو بازی قبلی و دو چالش قبلی خودشون رو با موفقیت پشت سر گذاشتن و باید ببینیم که در این دیدار که دیدار نهایی هست و چهار امتیاز رو برای بازیکن برنده به همراه خواهد داشت چه نتیجه رقم خواهد خورد. حامد داجویان یک کنترل رو ضربه سرش جایی در میز امیر محمد نظرینی ها نداره، کنترل از سوی حامد، ضربه کنترل شده توپش به مانع وسط میز برخورد داشت، امتیاز برای نظرینی ها ثبت میشه و کار آغاز میکنه. کنترل از سوی حامد داجویان کار خودش رو سخت کرد و توپش به کنار میز برخورد داشت. فعلا اختلاف بود بین مربیان و داور بازی، در حال امتیاز در اختیار حامد داجویان قرار دادن و کارش هم آغاز کرد و موفق شد یه امتیاز دیگر هم ثبت بکنه در مقابل نام خودش و کارو آغاز میکنه. نظرینی ها میره روی میز و ضربه سرش رو میزنه تو بهش، به مانع برخورد داشت و برگشت داده شد. حامد داجویان کارو آغاز میکنه، کنترل امیر محمد نظرینی ها توپ رو از خودش فاصله میده و نمیتونه به خوبی ضربه سوم رو روانه میز حریف بکنه. این بار کنترل شده این کارو انجام میده. حامد داجویان کنار میز ضربه سرش رو زد و نظرینی ها یک کنترل ضربش برای داجویان، توپ از میز دور شد و امتیاز برای نظرینی ها ثبت شد. یه ضربه سر به انتهای زمین، کنترل حامد داجویان برمیگردونه به سمت میز نظرینی ها، کنترل خوبش رو ضربه سر کنترل شدهش به انتهای میز. داجویان هم به خوبی این کار انجام میده و برمیگردونه به سمت امیر محمد نظرینی ها. کنترل انتهای میز، ضربه به انتهای میز حامد داجویان، یک کنترل و توپی که سایشی داشت با میز، ولی آقای سنجری اعتقاد داره که اتفاقی نیفتاده و امتیاز برای نظرینی ها ثبت شده و کنترل باز نظرینی ها میفرسته به گوشه سمت چپ میزه حامد داجویان و کنترلش انتهای زمین کنترل خوبی نبوده، نتونه ضربه خوبی رو روانه میزه حامد داجویان بکنه. یک کنترل ضربه سر کنترل شده، توپ برخورد داشت با مانع و فعلا نتیجه 6 بر 5 به نفع حامد داجویانه. ضربه سر نظرینی ها، کنترل حامد داجویان برمیگردونه، این بار با پا توپ رو به سمت میز حریف فرستاد و ضربه حامد داجویان نتونست به سمت میز نظرینی ها بیاد و کنترل و ضربه سر نظرینی ها در انتهای زمین. اون سمت حامد داجویان با آرامش داره این کار رو انجام میدن. هر دو بازیکن کنترل حامد داجویان رو فرستادن تو به انتهای زمین، نظرینی ها هم این کار رو به خوبی انجام میده با دو تا ضربه سر توپ رو آورد به سمت میز نظرینی ها. یک کنترل از نظرینی ها، ضربه‌شو میزنه و کنترل میکنه نظرینی ها، مسلط و با اعتماد به نفس داره این کارو انجام میده، توپش هم به لبه
انتهای میز برخورد داشت و نظرینیا موفق بشه که در مقابل حامد داجویان به برتری برسه. دم معرفتتون گرم. از این جهت که به هر حال اومده بودیم تفریح، اومده بودیم تمرین برای اینکه واسه مسابقات نیمه نهایی آماده بشیم و متوجه شدیم که در اردوگاه شهدای هفتم تیر دو تا شهید گمنام تشریف دارم و شما هم در کمال معرفت گفتید که بریم ادای احترام کنیم به شهدای گمنام. درود بر شما. نکته رو عرض کنم خدمتتون، می‌خوایم فوتبالیست بشین، فوتبالیست های بزرگی هم بشین، یکی از ابزار پیشرفت شماها و حتی ماها که داریم کار رسانه انجام میدیم، کار اجرا انجام میدیم، معروف شدن اسممون باشه. اما هر وقت من در مورد امثال خودم فکر میکنم یه فاصله کهکشانی با یه سری افراد داریم، با یه سری بزرگان داریم، مثل عزیزانی که الان ما خدمتشون هستیم. تمام وجودشون، تمام آنچه که داشتن، بهترین داشتشون، یعنی جونشون رو گذاشتن که یک کشوری، یک ملتی راحت بتونن زندگی کنن و امیدوارم که به امید خدا با تلاش خودتون و دعای پدر مادرتون به بالاترین درجات رسیدید. هیچ وقت فراموش نکنید که در سایه امنیتی شما تونستید رشد کنید که این عزیزان گمنام، این شهدای گمنام برای ما فراهم کردن و همیشه مدیون این عزیزان هستیم. برای همین من هم از شما میخوام، هم از بیننده‌های عزیز که با تمام وجودتون سلام و فاتحه‌ای رو هدیه کنیم به همه شهدا، به خصوص شهدای گمنام. سلام خوبه، سلام بفرمایید. جناب سعید موافی تشریف آوردن، فرمانده اردوگاه شهدای هفتم تیر که زحمت کشیدن این فضا رو فراهم کردن. خسته نباشید. سلامت باشید. حال شما خوبه؟ زنده باشید. متشکرم. ممنون از شما که اجازه دادید ما بیایم بچه‌ها رو بیاریم اینجا. سلام و خدا قوت و خیر مقدم دارم خدمت شما عزیزان خوب ورزشکار از برنامه ستاره ساز. خوش تشریف آوردیم به اردوگاه شهدای هفتم تیر. خب این اردوگاه مزین به دو شهید گمنام هستش، علاوه بر اون در دوران دفاع مقدس اعزام به جبهه منطقه است شمال کشور بود. جوانایی با همسن سال شماها در همین طیف سنی بیش از 30,000 جوان از همین اردوگاه اعزام شدن. امیدوارم که همه شماها به عنوان یک سفیر فرهنگی در آینده خیلی نزدیک در مسابقات بین المللی و انشالله پرچم مقدس جمهوری اسلامی رو اهتزاز در بیارید و افتخاری برای کشور خودتون و خانوادتون باشین. خیلی خوشحال شدم در جمع شما بودم. ما هم همینطور خیلی ممنونیم از شما. بسیار عالی، بسیار جامع و کامل. تشکر از همه زحماتی که میکشید. بچه ها یک بار دیگه عرض ادب کنیم، از شهدا مدد بگیرید، انشالله بهترین خیرتون رقم میخوره با تلاشای خودتون، با یک صلوات و فاتحه‌ای که هدیه میکنید به شهدای عزیزمون، به خصوص شهدای گمنام. افتادن تا ما از نفس نیفتیم. ای شهید عزیز، از تو درخواست دارم که پیش خدا برایم دعا کنی که همیشه پدر و مادرم سالم باشن. ای شهید گمنام، به من کمک کن که بتوانم پیشرفت کنم. به طلب من را تا به آن چیزی که در دلم هست برسم و به پدر و مادرم کمک کنید. دوست دارم باعث سربلندی خانواده و باعث افتخار
آنها شب خون شهیدان ما امتداد، خون پاک شهیدان کربلا. به خاک افتادن تا ما به خاک نیفتیم. ای شهید عزیز، چی بگم که نگفته آگاهی؟ ای شهید عزیز، مرا یاری کن که همیشه لبخند را بر لبان پدر و مادرم بیاورم. پرسپولیس کارت، کارتی با امکانات ویژه برای همه کارهای بانکی شما. پرداخت تسهیلات با شرایط جذاب و متنوع به منظور خرید انواع کالا و دریافت خدمات از فروشگاه دیجی شهر به هواداران برتر تیم. بانک شهر، تنها مرجع رسمی صدور کارت هواداری پرسپولیس. بانک شهر، نوآوری در خدمت. ایو خواه خستم بچه ها با هم همسیره شد، شروع شد فوتبالاتون. با حامد دادجان امیر محمد بازی دارید. چند میشه؟ به امید خدا میاد. میدونم چند عدد ببینید. دو یک ولی دوتا رو میزنیم. آره هیا با میتونم به نظرشون؟ من به نظرم چرا نمیتونه، اگه تلاش اضافه کنم میتونه. آخه اونا هم تلاش اضافه میکنم. قدیدرم ولی من نظر شخصی میتونه اینجا معلوم نمیشه. هر چی تلاش کنم موقعیت رو گل بکنه برنده این روز. ببینم زیدو میشه الان یه وقت فرصت نداریم دیگه. همین دو ستا بازی بعد فینال. هیا ما خیلی مخلصم، دست شما شو تمرین بریم تو بازی. بابا سلام علیکم. زیاد صحبت کردم. خیلی خوشحالم. آقا میسان ببخشید. بابا حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ با بزگوش همین کشوری بازی دارید. بله. تایید می‌کنی؟ بله. متشکرم. چند میشه بازی؟ عدد سری. بیننده‌ها منتظرن. ان شاءالله میبره. چند؟ 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. هر دو تیم میگن به هم دیگه دو تا گل می‌خوایم بزنیم. آره اون بالا هم یه 2-1 پیش می‌ریم داشتیم، یه 2-0 می‌برم که 2-1. حامد هم سرحال‌تر شده. اومه سن خیلی بهتر شده امروز. دیروز هم با این صحبت کردیم قرار شده امروز تمام تلاشش رو بکنه ان شاءالله اکثر امتیاز بگیره. از فرزاد جان هم ممنونیم که اختصاصی به بچه‌ها تمرین می‌کنه. قربان شما. یه حامد هم امروز یه بار تمام خیلی خطرناک. ولی خطرناکترین فرد ما امیر محمد با سه تا موزی که امروز خورده. سه تا موز محمد موزاش هر روز هست. هر روز هم که ازش میپرسم میگه من موزو خوردم. مثلا آقا هر چی دارم باید بذارم دیگه. هر چی دارم باید بذارم بتونن بهترین امتیازو بگیرن. به امید خدا. آقا من موزو به کار سرم شب. بچه‌ها شما در خدمت مربی. بیا علی محمد. بخیرین دوباره حضور شما بینندگان و همراهان مسابقه بزرگ ستاره ساز. مرحله دوم چالش‌های امروز گروه یک، بازی فوتبال دو در مقابل دو. اولین بازی رو محمد رضا بزگوش و امیرحسین کشوری با لباس آبی در مقابل حامد دادجویان و امیر محمد نظری نیا با لباس قرمز برگزار می‌کنند. دروازه‌بان قرمز ها امیر عباسی و دروازه‌بان آبی ها هم صدا گودرزی. اولین حرکت از سوی محمد رضا بزگوش توی که بی حاصل بود و به بیرون رفت به نفع آبی ها و توپ در اختیار امیرحسین کشوری. کوتاپ و بزگوش پاسش برای امیرحسین، لبه خط کنترل میکنه اونجا مزاحم میشه، نظری نیا توپشو به بیرون میزنه. هر چهار کارشناس و مربیانمون هم در کنار زمین حضور دارن و صحبت میکنن با بازیکنان در کنار زمین. یه توپگیری در میانه زمین میره به سمت چپ، بزگوش اونجا داره تلاش میکنه برای باز پسگیری توپ و توپ به نفع آبی ها به بیرون رفته و مقابل دروازه سعد و گودرزی پرتاب دست رو به جلوش رو در اختیار میگیرن بازیکنان قرمز. امیر عباسی توپ حامد دادجویان رو برداشت. آقا ولی امجدی داور بازی توپ رو در اختیار آبی ها قرار میده، چرا که با پاس رو به عقب حامد دادجویان رو اعتقاد داره که با دست برداشته امیر عباسی بزگوش نمیتونه رد بشه از سطح حامد دادجویان. سعد و گودرزی
کار آغاز میکنه برای تیم آبی. به دنبال یار خالی میگرده، میخواد بهترین گزینه رو انتخاب بکنه. امیرحسین کشوری بهترین گزینه‌ش اونجا، یه نوک پا از امیر محمد نظری نیا کافیه تا توپ از زمین بازی به بیرون بره. کار آغاز میکنه بازیکنان آبی. بوسکو شرس حرکت میکنه وارد زمین حریف هم شده و ضربه پای چپش از بالای دروازه با اختلاف به بیرون. نظری نیا از تکنیک خوبی برخورداره، پاسش برای حامد داجویان، یه تغییر مسیر در میانی زمین میاره به سمت راست، موقعیت برای زدن ضربه و ضربه پای چپ نظری نیا با اصابت پای بازیکن آبی به بیرون رفته و توپ در اختیار قرمزها قرار میگیره. آقا خداداد عزیزی لب خط صحبت میکنه با بازیکنان، چه ضربه ای زد حامد داجویان، برد روی پای چپش و توپش از کنار دروازه به بیرون رفت. بزگوش صاحب توپ رد میشه از سطح نظری نیا که نه حامد داجویان بود که تکل در مقابلش بست و در ادامه توپ به نفع تیم آبی به بیرون میره. خطای بازیکن قرمز رو گرفته آقا ولی امجدی از مقابل دروازه سطح و گودستی کار رو آغاز میکنه، پاسش برای امیر حسین کشوری، ضربه یه پای راست و واکنش خوبه امیر عباسی مقابل دروازه به خوبی واکنش نشون داد. فریادهای آقا سهراب بختیاری زاده کنار زمین، یه تغییر مسیر، پاس برای بزگوش، فوق‌العاده بود حرکت امیر حسین کشوری ولی بزگوش دیر حرکت کرد و نتونست که دروازه رو تهدید بکنه. حامد جادجویان یه تنه داره جلو میره و ضربه پای راستش از کنار دروازه به بیرون رفت. محمدرضا بزگوش در میانه زمین، پاسش برای امیر حسین کشوری در مقابل دار، اونجا بازیکن حریف رو رد شد و پاسش ولی دقت خوبی رو نداشت و سوت پایان نیمه اول هم به صدا در میاد. نتیجه 0-0 مساوی. آنیه رئی جان، یکی از بهترین بازیات بود، خدا شاهده میدم. دو تا کار عالی انجام دادی، فقط باید میزدی جایی، دومیه رو باید میزدی، اولیه رو دادی. تشخیص بده آستادن خوبه، تشخیص بده باید میزدی. آقا من یه چیز بگم، تو این بازی اگه اینجوری باشی قشنگ میشه ازتون گرفت. بعد بازگوش این رفته رویار، تو رفته اینجا، خب اگه این لاهر رو بندازه رد شده. یه پوشش همیشه داریم، یعنی چی؟ یعنی من که اینجام میخوام دریبت بزنم، این تو قطرم وای میسه که اگه رد شدم این بیاد، ولی این اومده اینجا، خب من میتونم اینا رد شم. نه یک تو دیدیم ازتون، نه یه توپ دادید به هم دیگه بگیرید، نه تیک اوور دادید، هیچ. الان این نیمه که دارید میرید کار کنید، الان همین نکته که آقا خدا گفت همین یه دونه رو انجام بدید، اصلا اضافه نمیخوایم ازتون، اضافه چیزی نمیخوایم ازتون، همین یه نکته بدید به هم بگیرید. حتی شده اینجا سه تا پاس به هم بدید، یکیتون برید سمت مهاجم، زمانی که اون بازیکن جذب شما میده، جذب شما میشه، یه پاس بدید از پشتش توپ دوم بگیرید برید در گل زدن، به خدا کاری نداره. اینا دارن میجنگن برای فینال دیگه، طبیعیه، خورده استرس دارن، بالاخره دوست دارن تو این فیناله باشن، حداقل بازنده نباشن، به خاطر همین هم یه خورده حالا کیفیت نیمه اول جالب نبود. حامد به نسبت دفعه قبل بهتر نشده به نظرتون؟ چرا بهتر شده، اما متاسفانه میگم به آخر کار رسیده، خوب شده دیگه، الان افسوس میخوره چرا امتیازا رو قبلا جمع نکرد. حالا الان اینا رو بهش نگیم، من که دیروزم باش صحبت کنم، من که خود میدین حالا چند تا فصل کناره هم هستی، من همیشه روحیه میدم تو این سن، به نظر من فقط باید بهش روحیه انگیزه روحیه بدیم، تلاش بیشتری بدیم. باید بگم رو دست یک من داده درسته؟ بله بله. یه پاس رده بده بخل پا، اون اونجا شما اینجا دومه، این دفاع میکنی اون بای میسته اونجا شما رو نگم دار، بلش کن بیا طرف این بر، من داده درسته؟ بله. اون داره میاد، من باید بیام به اینم کمک کنم، بل نکنم اون رد میشه میره. آقا ایو ببخشید، یه ایرادی که داری تو فضای کوچیک، باید با بدن تو بگیرید. چجوری؟ شما وای میسید، یارم اینجا وایستاده، خب الان میتونه بهتون پاس بده؟ چی کار باید بکنید؟ اینه، این میشه یه فریب، یه فریب، باید فریب بدید با بدن. با سوت آقا ولی امجدی کار در نیمه دوم آغاز میشه و فعلا نتیجه 0-0 مساوی. بین نیمه هم صحبت کردم، مربیان با بازیکنان اولی حرکت از حامد داجویان، ضربش به کنار دروازه خورد و فرصت برای آبی ها میره که به وجود بیاد. بزگوش یه تغییر مسیر و ضربه پای چپ و واکنش فوق العاده سپهر بهرامی. دروازه‌بان ها در نیمه دوم هم عوض شدن، دروازه‌بان قرمز ها سپهر بهرامی و دروازه‌بان آبی ها هم حسین علیپور. امیرحسین کشوری پا عوض میکنه در میانه زمین، لب خط همکاریش با محمدرضا بزگوش، توپ از زمین بازی به بیرون رفته. اعتقاد تا
داور بازیه و باید از مقابل دروازه سپر بهرامی کار آغاز بکنه. پرتاب دست کوتاهش برای حامد دوشویان تا میانه این زمین با توپ چلو میاد، پاسش برای نظرینی ها یه لحظه رد شد و ارسالشو نتونست در اختیار بگیره. حامد دوشویان این سمت هم اشتباه کرد، ممرزا بزگوش توپ از پاش فاصله گرفت و همینم کافی بود تا موقعیت برای آبی ها از دست بره. فرصت برای حامد داچیان از میان این زمین دروازه رو هدف قرار میده، ولی پای امیرحسین کشوری در مقابلش قرار داشت و نتونست که ضربه‌ش رو روانی دروازه بکنه. نظرینیا یه بدن اومد رد شده، خود نظرینیا میتونه پاس هم بده، اونجا درگیره با بزگوش، بزگوش برگشت و دریبل رو جبران کرد و توپو گرفت از نظرینیا، در میان زمین میاره به سمت راست، موقعیت برای گل اول. ضربه امیرحسین کشوری و واکنش فوق‌العاده سپهر بهرامی، چقدر خوب رفت و زاویه رو تنگ کرد، اجازه گلزنی رو به کشوری نداد. این سمت کشوری پا به توپ و پاس در عرضش در مقابل دروازه در اختیار نظرینیا قرار گرفته، بعدم میاد و با توپ مانور میده و در نهایت هم به همراه توپ از زمین بازی به بیرون میره. بازی پرشور و هیجانی که در سالن برگزاری مسابقه بزرگ ستاره ساز در حال جریانه و بازیکنانی که دارن تلاش میکنن تا آخرین امتیازهاشون رو جمع بکنن و بتونن به مرحله بعد راه پیدا بکنن. حس و جوش های آقا میثم حمزه لب خط و سایر مربیان که همین شور و هیجان رو به درون زمینم منتقل میکنن. حرکت خوب امیرحسین کشوری، یه تغییر مسیر و ضربه پای راستش رفت و به گوشه دروازه نشست. نتیجه یک بر صفر میشه به نفع تیم آبی. باید ببینیم که واکنش قرمزها به گل دریافتی چگونه خواهد بود. حامد داچویان پا عوض میکنه، در مقابلش کشوری میاره به سمت راست، نظرینیا در مقابل داره بزگوش رو در از حرکت میکنه، یه لحظه روی توپش اثر گذاشتن و موقعیت از دست رفت برای قرمزها. احمد آقای تقوی، آقا رضا شاهرودی هم کنار خط بازی رو زیر نظر دارن. ضربه پای راست حامد داچویان بی حاصل، سوت پایانه. بازی هم به صدا در میاد و تیم آبی ممرزا بزگوش امیرحسین کشوری موفق میشن یک بر صفر تیم قرمز حامد داچویان و نظرینیا رو شکست بده. ممرزا دو تا راحت میتونستید بکنید، دو تا یک دو استثنایی میتونستید بکنید. بازم همون ریبارکش کردیم فوتبال اینا، بازم همون رو آفر. مرسی بود آمد خسته لبشم. اینا رو فقط ببن موکم بام بشین قشن بی ببن بشین اصلا انچله نکن. آقا بایی جان خیلی گرسی کشوریو چطور بیدیم؟ خیلی خوب بود، جلوش دارم میگم، یعنی یه روز فوق‌العاده من بهش قول دادم که خودت باشی، داورا قشنگ بهت نگاه میکنن و امتیاز بالا. امروز تو دیریب زدن، تو پاس دادن، تو دفاع کردن، بی نقص بازی اول. آره من یاد میدم بهش. ببینم پسرم این چیه قشنگ. بیا بشین ببن، عجله نکن، با حوصله. آها محکم اونو دیگه. آفرین بزرگ، بارکالله پسر. من میگم تو فوتبال 95% ذهن آدم، 5% دیگه فوتبال تو. یک روز خوب میتونه پایه باشه، رو این پایه برج تو بساز و برو بالا. وقتی با روحیه بازی کنی. چرا ما آقا امروز اینجوری بود؟ روز خوبی بود، اما بازم من خودم راضی نبودم. خدا کنه من برم بالا دیگه. هرچه آیت خوش آیت، ما چه خندم میده. ستاره هامون تمام جونشون رو گذاشتن که برن فینال، حقم دارن. اومدن ستاره ساز، خودشون رو به این مرحله رسوندن که برن و قهرمان بشن و لحظه ای رو نمیخوان از دست بدن. حالا رفتن یه استراحتی کنن، ایشالله برگردن و ادامه رقابت های خودشون رو انجام بدن. شما بیننده های عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و حتما قسمت بعد رو دنبال کنید ببینیم که سرنوشت گروه یک چه خواهد شد. تو یادم نرفته برای اینکه بهترین خیرهای زندگیتون رقم بخوره دست و پای پدر و مادرتون رو ببوسید. شب روزگارتون خوش. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.